من ممرزا آشوق هستم. در سال 60 دستگیر شدم تا سال 62 و یک بارم در سال 65 دستگیر شدم تا سال 67. روز 8 مرداد 67 ما رو به صف کردن و بردن توی محوطه زندان. به صف ایستادمون تعداد زیاد بود، حدود شاید بگم مثلا بین 80 تا 100 نفر اینطور بود، اینطور حد چیز من اینقدر بود. بعد ما 8 نفر به 8 نفر، 8 نفر اول که ما بودیم رفتیم بردنمون تو دفتر زندان. ما حکم زندانی داشتیم، این حکم زندانی از خود همین دادستان و همین هیئت چیز گرفته بودیم و چندین سال هم گذشته بود از زندان ما که بعد نوبت به من رسید. منم ازم سوال کرد که شما، البته منفجر نشدم، که گفت شما عاشق، شما مسلمان هستید؟ گفتم بله من مسلمانم. پدرم گفته مسلمانی؟ گفت پدرت گفته؟ گفتم بله من پدرم گفته تو مسلمانی. خب من مسلمانم. گفت حالا تو اگه مسلمانی الان برای اسلام می جنگی؟ گفتم حالا نمیدونم چی. گفت برای ایران می جنگی؟ گفتم بله من برای ایران می جنگم، اگه مشکلی برای ایران پیش بیاد من برای ایران می جنگم. بعد گفت که حالا تو برای اسلام هم می جنگی؟ گفتم حالا نمیدونم منظور تو از اسلام بجنگیم که چی هست اینا. بعد گفت که نه اصلا تو میگی من مسلمانم، حاضری الان بری رومین برای اسلام؟ که گفتم اصلا این چه سوالیه که شما میکنید؟ این کی اصلا دیوانه است؟ من تا مسلمان شدم باید برم رومین؟ که بعد توی وسط حاکم شهر محمد حسین احمدی بود نشسته بود، بعد آوایی نشست، علیرضا آوایی نشسته بود، شمس الدین حسن کاظمی نشسته بود، هردوان رئیس زندان نشسته بود، مسئول اطلاعات نشسته بود، یه آخوندی دیگه هم نشسته بود و تبصری نشسته بود، تعدادی پاسدار، کفشگیری رئیس سپاه پاسداران نشسته بود، ایستاده بودن و تعدادی پاسدار دیگه. گفت که نه اصلا تو الان مجاهدین در کرمانشاه ما حمله کردن، الان حاضری باری با مجاهدین بجنگی؟ که گفتمش نه ببین من حکم زندانی دارم و نمیرم با کسی به جنگم. که بعد گفت اسمشو بذار تو اون لیست. تمام شد، یه دو تا لیست جلوش بود، لیست صورت اسامی افراد، گفت بذارش تو لیست اعدامی دیگه. گذاشتن تو اون لیست و بعد گفت چشمندت هم بکش پایین. من چشمندم کشیدم پایین که نوبت بچه های دیگه، آقای احمد آسخ بود، آقای بهزادی بود و آقای خواره بود و چند نفر دیگه بودن که همشون هم در همین حد یه دقیقه ای صحبت کردن و اونا حکم اعدام رو صادر کردن. که این بود ساعت 4:05 بود دیگه. گفتن میخواد ببریم تو اهواز ساکاتون رو جمع کنید، ساک و وسایل جمع کنید. که ما هم ساک و چیزا، هر کسی یه چی داشت گذاشتیم تو ساکا خودمون، هر کی هر وسیله ای داشت. دوباره چشامون رو بستن، بعد گفتن که به صف میشید، میبریم به سمت دفتر دادستانی. وقتی رفتن محوطه ما بالاتر رو راپلا یک پلو دو بعد میرفتن، زیر چشپند که نگاه کردم دیدم یک جمعیتی تقریبا مثلا شاید بگم 5-6 ردیف 10 نفره نشسته بودن تو محوطه کل چشم بسته. چند تا که چرخیدم دو تا مینیبوس آبی دیدم، دو تا لنکروس بود، جیپای لنکروس، دو تا جیپ دیگه بود، دو تا آمبولانس بود. سوار مینیبوس ها شدیم که قرار شد حرکت کنم به سمت اهواز. ما همینطور که حرکت کردن مینیبوس ها دیگه شد 9، همینطور 9-10 ادامه دادن تو همون جاده داشتیم. البته ما نمیدونستیم مثلا، ولی حدسمون بود به سمت اهواز نمیریم. بعد ادامه دادن، متوجه شدیم دیگه دارن به سمت جای دیگه میرن. که وقتی رسیدیم توی یه مدتی رفت ماشینا و مینیبوس ها اینا میرفتن، بعد رسیدیم دیدم ماشینا از جاده دهلوران خارج شدن رفتن تو جاده خاکی. تو جاده خاکی متوجه شدیم مینیبوس ها یواش سرعت میرفتن، بعد دست انداز بود اینا. خلاصه بعد دوباره ایستادن، دستامون گرفتن، بعد نمیدونستیم. بعد نوبت من که رسید دستام گرفتن بردنم، دیدم من وارد یه چیز شدم، یه جای مثل سلول مانند ولی همون دوش داشت، دوش اینا بود. دیدم نگاه کردن دیدم کاظمی بود، کفشیری بود و یکی دو تا دیگه پاسدار دیگه. بعد گفت که تو اینجا دوش میگیری دیگه لباسات نمیپوشی، بعد کفن میارن بهت میدن. که همونجا که داشتم دوش، بعد گفتم نه من دوش نمیگیرم، من کفن، من دوش نمیگیرم، غسل میکنم.
بعد گفت نه تو باید دوش بگیری بعد لباسات هم دیگه نمیپوشی. که من همونجور که داشتم دوش میگرفتم بلافاصله دوش گرفتم لباسا خودمو پوشیدم. بعد همونجا سر صدای بچه‌ها رو هم داشتم میفهمیدم، یعنی داشت سر صداها بلند میشد، سر صدای دخترا فاطمه قلاوند بود، شاهین حیدری بود، اینا صداهاشون رو میفهمیدن، خودشون هم معرفی میکردن بلند، پرویز میگم پرویز سگدن هستم، اونم هر کسی خودش رو معرفی میکرد. پرتم کردن تو مینیبوس تا زندانیای دیگه کفن پوشیدن و غسل کردن و آوردنشون یکم طول کشید. بعد بلندم کردن، بعد بلند گفت همین بلندش که بذار صندلی عقب، بلندم کردن بردم صندلی عقب مینیبوس نشستم. همه کفن پوشیده اومدن تو مینیبوس ها دیگه نشستن و تا مینیبوس های دیگه هم اومدن و همه چیز شدن تا بعد مینیبوس های یواش یواش شروع کردن به حرکت کردن. ساعت 2-3 شب و خیلی هم شلوغ، بچه‌ها سر صدا می‌کردن، بعد مینیبوس هم یواش توی خاکی داشتن حرکت می‌کردن که من دیگه اون لحظه خودمو کشوندم بالا، بعد رفتم توی چیز رو صندلی، رو صندلی عقب مینیبوس دستامو گذاشتم رو لبه پنجره، به صدا گفتم من رفتم دیگه، اگه چیز نشد، اگه کشته نشدم که رفتم دیگه، اگه هیچ که همون لحظه که تصمیم گرفتم دیگه دستام گذاشتم رو لبه، سرم بردم جلو، خودم انداختم پایین، مینیبوس هم داشت یواش میرفت. بعد جاده خاکی هم بود، چند سکند چند ثانیه منتظر موندم، بعد دیدم گرد خاک عقب تایر ماشین هست و اینا، همون لحظه به سرعت حرکت کردم. بعد یه دفعه با سیمای خاردار و پادگان روبرو شدم که دیگه سیم خاردار اومد جلو، من دیگه اصلا نفهمیدم اون شب چطوری از سیم خاردارا رفتم که مثلا هنوز مثلا آثار سیم خاردارا بعد از 30 سال هنوز در دست و پام هنوز هستن، که از این سیم خاردار که رفتم خودم انداختم و اون چیز کلی زخمی شده بودم که خون آلود شده بودم. بعد از چند دقیقه دیگه شروع میکردن رگبار تکتیر، رگبار تکتیر، من همینطور فاصله میگرفتم دیگه، اونا هم همینطور، من به سمت عراق داشتم میرفتم، البته شب نمیدونستم به سمت کجا، ولی میدونستم که او برای آب دارم میرم، همینطور ادامه دادم به چیز پیاده روی دیگه، همینطور به او سمت میرفتم تا نزدیک های آفتاب داشت، چیز دا هوا داشت روشن میشد که دیگه بچه‌ها همه ادام کردن. شما رو نقشه رودخانه کرخه رو میبینید، اینجا رودخانه کرخه میاد، اینجا میشه دو قسمت، بعد این پادگان قدس، اینجا نوشته پادگان قدس، این بخش های مختلفش همینجا، که وقتی ما رو آوردن اینجا این قسمت ما رو برده بودن اینجا، از جاده خاکی که وارد شده بودیم از جاده خاکی آورده بودن اینجا، که اینجا رودخونه دقیقاً رودخونه دو قسمت میشه. البته من نمیدونستم، شبانه بود دیگه، تو این قسمت تیرباران کردن و ما اینجا غسل کردیم و این قسمت تیرباران کردن، تو این فاصله من فرار کردم. حدثم اینه که این جنازه اعدام شده ها رو، شهدا رو اینجا همینجا جایی نبردن، همینجا خاک کردن، ولی ادعایی که آوایی کرده بردیم در جاده سوسنگرد خاک کردیم یا اینکه در قبرستان‌های مختلف خاک کردیم، این اصلا درست نیست. و طبق شایعاتی هم که هست از بعضی خانواده‌های پاسداران شنیده شده، در همین محل خاک شدن. مثلا همین گفته این خانم علی نالی خلف که مطرح کرده بود که علی گفته همون منطقه خاک شدن، میتونه ممکن باشه. یا بسیجی هایی که دیده بودن عکس برداری از این محل ممنوع است، یعنی کسی نمیتونه اینجا عکس برداری کنه به خاطر اینکه منافقین اونجا خاک شدن، باز اینم جزء مسائلی است که باز مشکوک میکنه، یعنی احتمال زیاد هست همینجا خاک شدن. و مسائل دیگه که افراد گفتن در دسفول خاک کردیم، در قبرستان‌های مختلف، مثل آقای بهزادی که پدرش رفته قبر باز کرده، ولی مام رضا بهزادی که قبر باز کردن ولی جنازه‌ای درش نبود. مام رضا بهزادی یکی از کسانی بود که با ما اعدام شد و
آقای احمد آزق هم همینجور، اینا خانواده هاش رو رفتن در قبرستان رودبند که آوایی گفته بود با دادستانی گفته بود، اینا بعد از چند ماه 5-6 ماه بعدش که رفته بودن که قبر بچه هامو کجاست، یه جایی نشون داده بودن، رفته بودن اونجا، بعد اینا شبانه رفته بودن قبرا رو باز کرده بودن، کارگر ورده بودن 4 متر، در 4 متر همون محوطه ها رو گشته بودن، ولی متاسفانه درشو پیدا، هیچی پیدا نشد. این حاجی بهزادی، پدر آقای بهزادی، دقیقا خودش تعریف کرده بود که ما رفتیم قبر باز کردیم، هر چی گشتیم هیچ خبری نداشت، 4 متر در 4 متر هیچ خبری نبود. آقای آسخ هم همینجور رفته بودن در رودبند، برادرش و فامیلاشون همه رفته بودن، 6-7 نفری کارگرم برده بودن، بازم هم 4-5 متر در آورده بودن، هیچ خبری نشده بود، چیز ندیده، شکایت کرده بودن به دادستانی که گفتن نه اینا در جاده سوسنگرد خاک شدن، ولی بازم دروغ میده آوایی، بازم دروغ میده و اصلا در جاده سوسنگرد هم چه چیزی نممکنه که در اون شب بلند شن جنازه ها رو ببرن 150 کیلومتر اوورتر خاک کنن. بعید به نظر میسه که اینا به فاصله دوری برده باشن، اما متاسفانه تا هنوز مشخص نشده که کجا خاک شدن، به آدرس های مختلفی میدن، چیزهای مختلفی میگن، ولی هیچ کدوم صحت نداره.